درود به شما شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید شنوندگان عزیز به یکی دیگر از برنامه های آشنایی با کتاب مقدس خوش آمدید در این سری از برنامه ها با هم بخشهایی از کتاب مقدس را مطالعه کرده و میهمان برنامه نیز سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان نیز باشد مطرح می کند. در این برنامه ها کشیش سیامک امین منصور ضمن این که به سوالات پاسخ می دهد ما را در درک بهتر کلام خداوند که در کتاب مقدس برشته تحریر در آمده است یاری می کند. همراه با شما عزیزان کتاب مقدس را ورق میزنیم و امید که خداوند ما و شما عزیزان را دانش و برکت عطا کند شنوندگان عزیز در برنامه امروز با هم به مطالعه مزامیر هفتاد، هفتاد و یک و هفتاد و دو در بخش عهد عتیق از کتاب مقدس می پردازیم. ما مسیحیان معتقد هستیم که خداوند نویسندگان مختلفی را با روح مقدس خودیاری کرده است تا کلام خداوند را برای نجات انسانها بنویسند تا ما ایمان آورده و زندگی جاوید از آن ما باشد. خوشحال هستیم که امروز هم با ما هستید تا با سوالات خوبی که میهمان برنامه ما مطرح می کند و پاسخهایی که کشیش امین منصور به این سوالات مطرح شده میدهند بتوانیم شما را در درک بهتر کلام خداوند یاری کنیم. من بهرام به همراه همکارانم از شما عزیزان شنونده که با ما از طریق نامه، تلفن و ایمیل در تماس هستید و نظرها و پیشنهادات خود را با ما در میان میگذارید سپاسگزار هستیم. همراه با ما عزیزان دیگری در بخش تکنیک و دیگر بخش های هماهنگی و پشتیبانی در زمینه تولید این برنامه ها همیاری می کنند. این همان چیزی است که ما در بخش های دیگر کتاب مزمور مطالعه کردیم که پیام خداوند بر طبق اراده او به گوش انسان ها می رسد و این کلام قلب های درد دیده و تنها را به آینده که خداوند برای ایشان فراهم کرده است امیدوار می کند. از شما و از بسیاری دیگر از عزیزان هموطن ما و نیز عزیزانی که از ملیتهای مختلف بوده اما همراه با ما برای تداوم این برنامه ها دعا می کنند سپاسگزار هستیم و امیدواریم که خداوند برکت خود را شامل حال همه ما و شما شنوندگان عزیز بنماید. همانطور که شما بهرام عزیز فرمودید ما به مطالعه مزمور هفتاد خواهیم پرداخت. هدف از خواندن این مزامیر این است که ما بتوانیم از تجربیات انسانهایی که در زندگی خود با سختی های بسیار مواجه بوده و احساس تنهایی و غم می کردند استفاده کنیم. همچنین در زمانی که پاسخ دعاهای خود را دریافت می کردند و پیروزی خوبی بر بدی و زشتی را می دیدند، از شادی به رقص و پایکوبی می پرداختند. ما همانند نویسندگان این مزامیر باید که به تحقق وعده های خداوند ایمان داشته باشیم و بدانیم که ما در هر شرایطی و با هر مشکلی که با آن دست به گریبان باشیم می توانیم به نزد خداوند آمده و از او یاری بخواهیم. خدایا مرا نجات بده خداوند و اکنون به فریادم برس آنانی که قصد جان مرا دارند شرمنده و رسوا شوند و بدخواهان من آشفته و پریشان گردند کسانی که مرا مسخره می کنند حراسان شوند کسانی که به تو روی میآورند شاد و مسرور گردند آنانی که به خاطر نجات خود از تو سپاس گذارند همیشه بگویند خدا چقدر بزرگ است خدایا من فقیر و نیازمندم برای کمک به من شتاب کن تو خداوند و نجات دهنده من هستی پس ای خداوند تأخیر مکن مزمور هفتاد که توسط داوود سروده شده است یکی از آن اشعاری است که داوود در زمان گرفتاری ها سروده است او که نخست از طرف شاول و بعد از طرف دشمنان دیگر مورد تهاجم قرار می گرفت همیشه احساس ترس و نگرانی داشت زیرا که همه قصد کشتن او و در دست گرفتن قدرت را داشتند بیش از هر چیز قلب داوود زمانی دچار درد و غم بود که فرزندش ابشالوم بر علیه او سرکشی کرده و با گرد آوردن سپاهیانی به دور خود بر علیه پدر خود داوود وارد جنگ شد در بسیاری از این مزامیر داوود خداوند را قلعه نجات خود و یا نجات دهنده و یا یاریگر خود میخواند او از خداوند می خواهد که با دست پرقدرت خود او را از چنگ دشمنانی که قصد کشتن و نابودی او را دارند برهاند. آنچه که داوود در چنین شرایطی هرگز فراموش نمی کند این است که خداوند قدرتمندتر از تمامی آنان است که قصد آزار رساندن به او را دارند. او ایمان دارد که خداوند او را نجات خواهد داد و این قلب درد کشیده او را تسلی می دهد. اما مزمور دیگری که به مطالعه آن خواهیم پرداخت مزمور 71 می باشد که به دعای مرد پیر موسوم است مشخص نیست که چه کسی این مزمور را سروده است اما روش شعری آن با اشعار داوود تشابهات فراوان دارد و احتمال اینکه توسط داوود سروده شده باشد غیر ممکن نیست در این مزمور شاعر خود پیر شده است و در این ایام سال تمامی آنچه را که خداوند برای او محقق کرده است بازبینی می کند و در تمامی مقاطع زندگی خود رد پای خداوند را میبیند. با این سروده خود او می خواهد که به درگاه خداوند دعا کرده و بگوید که خداوندا مرا در این ایام پیری من فراموش نکن و به من قدرت و توانایی ببخش تا نام تو را به همه آنانی که تو را هنوز نمیشناسند معرفی کنم. بگذار تا به تمامی نسل ها بگویم که تو چگونه مرا نجات داده ای و چگونه به من محبت کرده ای. خداوندا به تو پناه آورده شرمسارم مکن تو عادل هستی کمک کن و مرا رهایی ده دعایم را بشنو و مرا نجات ده پناهگاه امن من باش و سنگری مستحکم برای محافظتم تو قلعه و پناهگاه من هستی خدایا مرا از دست مردم شریر رهایی ده و از شر اشخاص بدکار و ظالم برهان چون تو ای خداوند امید من هستی از جوانی به تو توکل نمودم در تمام دوران عمرم به تو تکیه کردم و از روز تولدم تو پشتیبان من بوده ای من همیشه تو را ستایش می کنم. زندگی من سرمشق عده زیادی گردیده است چون تو پشتیبان نیرومند من بوده ای. تمام روز تو را ستایش می کنم و جلال تو را اعلام می نمایم. اکنون که پیر و ناتوانم مرا از درگاه خود مران و فراموشم مکن زیرا دشمنانم برای کشتن من با هم توطعه می کنند. و میگویند خدا او را ترک کرده پس برویم و او را دستگیر کنیم زیرا کسی نیست که او را از دست ما رهایی بدهد خدایا از من دور مباش ای خدای من بشتاب و مرا کمک کن دشمنان جانم شرمنده و نابود گردند و آنانی که در پی آزار من هستند سرفکنده و پریشان گردند امید من همیشه به تو می باشد و بیشتر و بیشتر تو را ستایش می کنم تمام روز درباره نجات خود و کارهای نیک تو که تعداد آن از فهم من خارج است گفتگو خواهم کرد با قدرت خداوند خدای متعال خواهم آمد و برای همه اعلام خواهم کرد که تو یگان خدای عادل هستی از دوران کودکی تو مرا تعلیم داده ای و من هنوز هم کارهای عجیب تو را اعلام می کنم پس ای خدا اکنون که پیر شده و موهایم سفید گردیده است مرا ترک من ما تا قدرت و عجایب تو را برای نست های آینده بیان کنم خدایا عدالت تو تا به آسمان ها رسیده است تو کارهای عجیب انجام داده ای. کسی مانند تو وجود ندارد تو انواع سختی ها و مشکلات بسیار بر سر من آوردی اما دوباره قدرت مرا به من باز می گردانی و مرا از چنگال مرگ نجات خواهی داد مرا بیشتر از گذشته سربلند خواهی کرد. و از من دلجویی خواهی نمود ای خدای من با نوای چنگ تو را ستایش خواهم کرد و صداقت تو را خواهم ستود ای خدای مقدس اسرائیل با نوای چنگ خود برای تو سرود خواهم سرایید با شادی سرود برای تو خواهم سرایید و خواهم خواند با تمام وجود خود خواهم خواند زیرا که تو مرا رهایی داده ای تمام روز درباره عدالت تو گفتگو خواهم کرد زیرا همه ی کسانی که میخواستند مرا اذیت و آزار کنند شرمنده و رسوا شدند در مزمور بعدی یعنی مزمور 72 سلیمان که این مزمور را سروده است پادشاهی نمونه را توصیف می کند. در این مزمور سلیمان که بعد از پدرش داوود بر تخت پادشاهی اسرائیل نشست برای پادشاه دعا می کند و در غالب این دعا الگویی را که پادشاه می بایست از آن پیروی کند نشان می پادشاه میبایست که با عدالت و انصاف حکومت کند. فقیران و مستمندان را فراموش نکرده و حاجت نیازمندان را میبایست که برآورده کند. آنگاه که پادشاه از دستورات خداوند پیروی کرده و زندگی و پادشاهی خود را بر اساس میزانهای خداوند میسنجد خداوند او را بیشتر از پیش برکت داده و به او قدرت و جلالی میبخشد که حتی پادشاهان سرزمینهای دورده است آوازه دانایی و ثروت او را می شنوند و برای ابراز ادب و احترام به درگاه او وارد می شوند و هدایای گرانبهای خود را به او تقدیم می کنند. حال با هم به آیه های یک تا پنج از مزمور هفتاد و دو گوش می دهیم. خدا یا به پادشاه بیاموز که با انصاف تو داوری نماید و انصاف خود را به او عطا فرما تا بر قوم تو با عدالت و انصاف حکومت کند و مظلومان را با انصاف دادرسی نماید آنگاه در سراسر مملکت کامیابی و عدالت به بار خواهد آمد تا فقیران با انصاف داوری شوند و حاجت نیازمندان برآورده گردد و ظالمان نابود گردند باشد که قوم تو تا زمانی که آفتاب می درخشد و ماه در آسمان است پیوسته تو را پرستش نمایند اینطور به نظر می آید که سلیمان با این مزمور پادشاهی خود و قلمروی تحت حکومت خود را توصیف می کند وقتی که او در آیه های ده و پانزده از آمدن سلاطین و پادشاهان و آوردن هدایا صحبت می کند، آیا منظور او ملکه سبا و هدایایی که ملکه به پرستشگاه بزرگ تقدیم کرد نیست؟ بله همینطور است مشگان عزیز. سلیمان در این مزمور سلامتی و موفقیت خود و پادشاهی خود را سمره محبت عظیم خداوند می داند. او ایمان دارد که خداوند او را برکت داده است و این گونه بر بسیاری از سرزمین ها حاکم گردانیده است. حتی در سرزمین های دور که تحت حاکمیت او نمی باشند، آوازه دانش و حکمت و ثروت او به گوش همگان رسیده است. نه تنها ملکه سبا بلکه پادشاهان دیگری نیز به درگاه او وارد شده و هدایای خود را تقدیم او می کنند. او در پایان این مزمور خداوند را ستایش کرده و همه چیز را نتیجه محبت خداوند به بنده خود سلیمان می داند. او می گوید متبارک باد خداوند خدای اسرائیل. او یگان خدایی است که کارهای شرفتنگیز انجام می دهد. نام او تا ابد متبارک باد. شکوه و جلال او سراسر جهان را فراگیرد. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 به همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.